یورش دو فلسطینی مسلح به تبر و چاقو به کنیسه‌ای در بیت المقدس 4 کشته و دست کم 7 مجروح بر جا گذاشت. مهاجمان نیز به ضربه گلوله پلیس از پا در آمدند. مگن دیوید ادوم، سخنگوی پلیس اسرائیل، ضمن اعلام بررسی این رویداد تایید کرد که قربانیان 13 تن هستند. گزارش آهاکی است که تعدادی از مجروحان در شرایط وخیمی به سر میبرند. منطقه ای که این کنیسه در آن واقع شده توسط پلیس تحت کنترل قرار گرفته است. جزئیات این رویداد هنوز روشن نیست. حمله به کنیسه ای در بیت المقدس در حالی است که طی ماه گذشته بیت المقدس شاهد شدت گرفتن تنش بوده است. پیشتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل گفته بود که نخواهد گذاشت افراطی ها این شهر را به آتش کشند.